سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من یه قولی داده بودم خیلی وقت پیش قول داده بودم که طریقه ساخته یک رو بریم با هم یک نگاهی بکنیم یک مروری بکنیم ببینیم چی هست الان میخوام هم توی سایت اوپن سی و ببینیم که چی کار میشه کرد خب من از اسم سایت شروع میکنم اوپن سی او پی ای این اس ای دات آی او سرچ بکنید معمولا جز اولین سایت هایی که میاره و خب توی سایتش که میاین اولا خب دو تا گزینه که اکسپلور کنین بگردین دنبال NFT اگه بخوایم بخرین یا اینکه NFT خودتون بسازین اما اولین کاری که باید بکنین اینه که یک اکانت توی اینجا بسازین برای اینکه بتونین یک اکانت بسازین نیاز به چی, چی دارین نیاز به یک والت اتریوم دارین خب که میتونین اینجا بین والت های مختلف انتخاب بکنین هر والتی که دارین رو انتخاب بکنین مثلا من از کوین بیس استفاده میکنم از والت مثلا از والت لینک استفاده میکنم و کاری که باید بکنی اینه که با در واقع اپ والتتون بیاین و این کد رو اسکن کنین خب من الان این کار رو انجام میدم خب وقتی کود رو اسکن میکنیم این به طور اتوماتیک لاگین میشه مثل واتساپ وقتی که میخواین روی در واقع کامپیوتر داشته باشینش وقتی میای اینجا خب یه شماره داریم دارین که این در واقع شماره والت در اتریوم شماست چیزایی که برای فروش دارین اسمتون و چیزایی دیگه اینجا هست حالا بریم ببینیم چی کار میشه کرد اولا اول سعی کنیم بدون در واقع NFC بخریم اینجا براوز رو بزنیم این پایین بالا که براوز رو بزنیم میتونیم ببینیم انفتی های مختلفی که وجود داره بیایم یکیشون انتخاب کنیم قیمتاشون رو هم روش هست ما حالا الان نمیخوایم بخریم صرفا میخوایم ببینیم برای مثال مثلا این رو داریم کریپتو دانکی که الان برای فروش گذاشته شده تا یک ساعت دیگه میتونیم در واقع پیشنهاد بذاریم روش قیمت الانش 77 دلار یا 400 دومه اتریوم واحدش چیه واحدش اتریوم و میتونیم بخرین اگه بخرین اضافه میشه به کالکشنتون حالا کالکشنتون چی؟ اینجا که روی اسمتون روی عکستون این بالا سمت راست بیاین میتونیم بیاین روی مای پروفایل پروفایل خودتون رو ببینید و توی والتتون توی کیف پولتون ببینین چه چیزایی دارین مثلا من این NFT رو ایجاد کردم ببین یک NFT دیگه با هم ایجاد کنیم حالا که اینجا هستیم اولا گزینه کرییت رو می‌زنیم گزینه ساخت رو می‌زنیم و میتونین کالکشن داشته باشین میتونین یک در واقع دستبندی داشته باشین من دیگه دستبندی جدید نمی‌سازم اگه دستبندی نداری اینجا با این گزینه کرییت می‌تونین که در واقع دستبندی جدید بسازیم. بعد فارد دستبندیتون که میشین میتونین حالا هی آیتم های مختلف به اینجا اضافه کنید یه نکته یه هست اگر بخواین رو برای فروش بذارین اگر بخواین نفتیتون رو برای فروش بذارین نیاز دارین که دو بار پول گسمانی اتریوم رو پرداخت کنید انگار دو تا تراکنش اتریومی باید انجام بدین تا بتونین تازه این رو بذارین برای فروش و بعد از اون هم هر وقت که فروش بره البته کافیه که در واقع این گسمانی رو دوباره پرداخت کنین گسمانی قیمتش تغییر میکنه مقدار این پولی که باید بدین و هر چیزی بین 50 تا 100 دلار تا 200 دلار میتونه بالا و پایین بره مخصوصا الان که خیلی بیشتر شده در واقع این قیمت جابجایی اتریوم و حالا مثلا من الان این رو ساختم این این NFT رو ساختم اینجا میتونید گزینه سل هست گزینه فروش هست گزینه فروش رو که بزنید میتونید به این که آقا چه شکلی میخوایم بفروشینش آیا به قیمت ثابت میخوایم بفروشیم میخوایم که آقا مثلا هزار دلاره یا اینکه نه میخوایم بذارین حالت حراجی که هی ملت بیان در واقع پیشنهادهای مختلف بدن اگر این حالت رو انتخاب کنیم بعد ببینید که خب چند روز میخواد برای حراج بمونه تا کی اجازه داشته باشن ملت که هی بیان بعد پیشنهاد جدید بدن مینیمم بیدتون چقدر باشه مینیمم قیمتی که در واقع میذاره میتونم بخرن چقدر باشه بر حسب چی باشه بر حسب دلار باشه بر حسب باشه بر حسب دای باشه و اینم این باندل هم اینه که اگر بخوایم یک تعدادش رو در واقع با هم بفروشیم خب مثلا فرض کنیم که میخوایم یک ست پرایس بذاریم وقتی یه قیمت مشخص میخوایم بذاریم اینجا میگه که دو و نیم درصد در واقع این هزینه که دو... وقتی میفروشینش میاد به چی میرسه میاد به خود سایت اوپن میرسه میتونم های اسپید بذارین فرق نمیکنه حالا ما ست پرایس میذاریم مثلا یک تونه اتریوم خب وقتی میریم پست یور لیستینگ بریم که پست بکنیم میگه که برای اولین باری که این کار بکنید باید اون پول گسمانی رو پرداخت کنید چطور این کار انجام میده این بالا رو نگاه کنید میگه پوش پوش ریکوست یور والت از طریق والتتون یه پیام براتون میاد می که آقا انقدر پول باید ارسال بشه اون کاری که انجام بدین اینجا توضیحات بیشترش هم هست که چرا داره این چارج رو براتون انجام میده چرا این پول ازتون میگه این کارو که انجام بدین دیگه میتونین شروع کنین به NFT ساختن و NFT گذاشتن این یه خلاصه بود حالا من اینو فعلا کنسل میکنم چون برنامه‌ای برای ساخت NFT فعلا ندارم ولی یه خلاصه بود از داستان NFT دقت کنید نکته خیلی خیلی مهم اینه که شما هر NFT که ایجاد میکنین مهمترین در واقع جنبش اینه که کسی رو پیدا بکنید که بخره NFT خیلی زیاده میبینید هست چیزای عجیب غریب و شاید بعضا تکراریه سوال اینه که آیا NFT که شما میسازین رو میتونید به شکلی بفروشید کسی رو پیدا بکنید که بخره مثلا اگر سلبریتی باشد اگر کس خاصی باشه آدم و بخواد بیفت مثلا دیدیم که یکی از سلبریتی اولین توییتش رو فروخت چیز مخفی نیسته چیزی نیست که فقط دارنده اون NFT بتونه به این اولین توییت دسترسی داشته باشه همه میتونن برن ببینن اما مثل این میمونه که مثل یک کتاب امضا شده میمونه مثل کتابی میمونه که اون نویسندهش امضا کرده پشتش رو این خاص بودنش به اونه یا مثل باز دوباره اگه بخوام مثال دیگه بزنم توی بازی های کامپیوتری مثلا هم کانتر استراک دوستان بازی میکنن اون اسکین ها اون در واقع چی میگن رنگ ها لباس هایی که میشه خرید و فروش کرد که بعضا خیلی هم گرون هستن یه چیزی شبیه اوناست این خاص بودنشونه این یک بودنشونه که ارزشمندشون میکنه بر مراقب باشید اگر میتونید NFT هاتون رو بفروشین چقدر خوب اگر بتونید NFT پیدا کنید که میدونید بعدا گرونتر میشه فروختش چرا خوب اما حواستون باشه که NFT ها نان پرودوسینگ اسید هستن دارایی هایی هستن که ارزش آفرینی نمی کنن، چیزی ایجاد نمیکنن کنن صرفا با ایدئولوژی بیگر فول داریم جلو میریم بیگر فول یعنی چی؟ یعنی که صرفا داریم میخ اگر میخریم صرفا داریم NFT میخریم چون میدونیم که فول بزرگتری پیدا میشه که در آینده به قیمت بیشتری از آن بخره خب که حداقل این تئوری مونه پس حواستون باشه براتون آرزوی موفقیت دارم و اینکه به زودی میبینم